دیدم مینا خیلی خوبه. آره اونا فقط اگه یه تلنگر نشه. درود، سلام 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 سمیه علیکم، جان، خوبی حالی شما؟ عزیزم، مرسی. مرسی، ممنون، سلامت باشی. خب خوبی؟ همه چی خوب؟ ممنون، قربون شما، مرسی، سلامت خوشحالم باشی. که دارم باهاتون صحبت میکنم. مرسی، ممنون. خوشحالم که میبینم که یه ایرونی تو ژاپن، خیلی یه چیز نادر و کمیاب. آره همه شوک میشن، نمیدونم چرا نسبت به ژاپن، ولی تعداد ایرانی ها کم نیست تو ژاپن. واقعا؟ آره آره خیلی خیلی کم نیست. مثلا ما الان یه گروه داریم تقریبا میشه گفت 180 تا خانوم فقط توش عضوه. آها، آه چقدر آره. جالب، چقدر آره. جالب. همدیگر پیدا میکنیم. مثلا من تو اینستاگرام تا یکی میاد میگه من میخوام بیام ژاپن، یا مثلا من یه جایی میگم تو گروه ما عضوی، و میگه نه گروه دارین مگه؟ میگم آره بابا یه گروه داریم، یه دوره همونجا کلی از هنرهای روستایی. یعنی پیج مثلا کانالی که باز میکنی میبینی هر کدوم از خانوم یه هنر، چقدر یکی جالب. پنیر درست کرده، یکی کشک درست کرده. بعد یکی از چیزهای خوبی که گروه ما داره اینه که چند تا خانوم خیلی خیلی اکتیو داریم توی گروه که دارن لایف استایل زندگی محترم، یعنی با احترام بیشتر به طبیعت. مثلا نمیدونم حواستون باشه زیاد گوش نخورید، چون خود من با گوش زیاد رابطه خوب ندارم. مثلا میگم هفته یه بار، میگم کم بخورید، نمیگم مثلا نخوریم، ولی اینا خیلی کمک میکنن. بعد در مورد مایه، یعنی مثلا خود من دارم نونایی درست میکنم که مایه خمیرش خودم درست کردم. چقدر جالب. آره و چقدر جالب. آره این گروه هم خیلی خوبه در مورد زندگی بدون گوشت، خیلی کمک میکنن. در مورد پسماندهایی که میمونه که چجوری مدیریتش کنیم، خیلی میگم گروه خوبیه. خلاصه ما خیلی دوست داریم. چقدر جالب. حالا گفتین گوشت، من یاد چون ما 3 سال هنگ کنگ زندگی میکردیم، یاد یه چیزی افتادم که یه بار ما رفته بودیم یه هتلی، بعد همبرگرای کوچیک سفارش دادیم، بعد این گوشتش خیلی خوشمزه بود. من هنوز این مزه گوشت این همبرگر زیر دندونامه. بعد پرسیدم، گفتم که خب حالا این گوشت چی بود، چقدر این خوشمزه بود و اینا. گفتن که یه سری گاوا هستن تو ژاپن، به اینا آب جو میدن، بعد انقدر اینا رو یعنی مثل اینکه روی تخت پادشاهی اینا رو میشینونن، بعد میگفت روزی 6-7 نفر میان اینا رو اینجوری با دست ماساژ میدن که این گوشتشون لطیف و چیز بشه، خوشمزه بشه. بعد یه اسم به خصوصی داشت، نمیدونم اسمشو شما یادتونه؟ اسمشو یادم رفته. شهر نیکو، مولا شهری که نزدیک به ما، گوشت خیلی معروفه. کلا میگم مثلا گوشتای اونجا، گوشتای هوکایدو. اسم گاوش اسمشو یادم نیست. حالا اگه یه بار یادم افتاد، چون من در پیجم خیلی راجع به همه چیزای جالبی که مردم کمتر میبینن صحبت میکنم، خیلی آموزشای مختلف میدم، مخصوصا توی هایلایت ها و استوریام. بعد در مورد غذاهای فرانسوی ها صحبت میکردم، یکی از هایلایت هام اسمش غذاهای جشنه. بعد توی این هایلایت میگم که مردم چی میخورن، چقدر با حیوانات بدرفتاری میکنن تا اینکه یه غذا رو بذارن سر میز و این چیزا. حالا راجع به این گوش صحبت کردم، حتما اسمش الان یادم نیست. گوش کوبه. آره آفرین آفرین. آره. گوشت کوبه. آفرین. آره. سلام عزیزای دلم. این گوشت کوبه خیلی خوشمزه است. حالا من یه بار راجبش می نویسم کامل، چون بعد رفتم تحقیق کردم دم چه گاوای مامانی چجوری دلشون میاد بکشنش. ببین انقدر خوشمزه بود، یه همبرگر به این کوچولویی 35 دلار میبینی، یه هم فقط یه همبرگره انقدری، ولی همبرگره فقط 2 تا نون بود با گوشت توش، هیچی دیگه توش نبود، ولی انقدر این خوشمزه و چی میگن تاندر میگن به فرانسوی، خیلی مثلا نمیدونم، خیلی خوشمزه بود. آره خیلی.
حالا بعد راجبش یه هایلایت درست کنم گاوهای محترم. بعدا هایلایت تو برای من بفرست، من بذارم تو پیجم. آره حتما حتما برات میفرستم. آره حتما برات میفرستم. آره این خیلی جالب بود. حالا که صحبت شد گفتم که گوشت نمیخوری هیچ اشکالی نداره، ولی سالی یه بار آدم میتونه یه گوشت اینجوری بخوره. آره خوب بخوره. هم میگم یه ماها همش کنار غذا نمیدونم هی گوش مثلا من خودم عاشق مثلا لوبیا چشم بلبلی ام با برنج خالی، عدس خالی، ماش با برنج خالی، مثلا اینا رو که درست میکردم بعضی از دوستان و اطرافیان تو ایران میگفتن بچه هات مشکل دار میشن. گفتم بابا شما چرا فکر میکنید اون کاری که شما میکنید درسته مطلقه؟ منم راه خودم برم، من اینجوری راحتم. و واقعا هم همیشه مادر خودم همیشه که گوش نبود دوره ما، خیلی کم میخوردیم گوش رو. آره ما میدونی من همیشه فکر میکردم که ما ایرونی ها خیلی گوشت خوریم، چون ما خب کباب و این چیزا خیلی زیاد داریم. وقتی که اومدم اینجا و رستوران هایی که میرفتیم و جاهایی که میدیدم، فهمیدم که برزیلیا خیلی گوشت میخورن، یعنی همه غذاشون با بیفتک و استیک و این چیزاست. و برام جالب بود که مثلا توی همین کرونا یه آماری درآورده بودن، ارائه داده بودن که میگفتن برزیل مصرف گوشتش به 2-3 برابر رسیده. جالبه به خاطر اینکه مردم همه تو خونن و مصرف گوشتشون رفته بالا. خیلی جالب بود برای من. آره خیلی جالب بود برام دیگه. این خیلی خوب بود. ببین یه چیز جالب حالا که دوستامون دارن ما رو نگاه میکنن من بگم، اونم اینه که بچه های من عاشق الگن، خیلی الگ میخورن. اون سبزا که توی سوشی، برنج سوشی رو میپیچیم توش، الگ، جلبکای سبز. ها ما بهش میگیم نوری. میگن الگ؟ الگ میگن. آره. این الگا به صورت خشکش میفروشن توی مغازه ها بسته بندی. آقا بذار بگم آبا بیار از آشنا. آقا از یخچال نوری رو میاری؟ ما توی یخچال هم همشو داریم. آخه بچه ها میرن اردو و بعد براشون غذاهای اونیگیری همون کوفته برنجی درست کنیم بدیم بهشون ببرن اردو. از یخچال نوری رو بیار. الهی من یاد اوشین افتادم. بابا ما خود اوشینی درست اومدی، زنگ رو درست زدی. من یاد اوشین افتادم، خیلی بامزه بود. اینجا هنوز مود اوشین، یعنی هنوز تو دایستانشون اوشین رو میبینی. خیلی جالب بود. ببین آره اینو من براشون تیکه میکنم. حالا جالبه که تو یخچال اینا رو نگه میداری. آره ببین آره ولی مال تو الان فکر میکنم که اینجا ما خشکشو میخریم، مال شما این کاملا خشکه ها. بذار الان بهت نشون میدم. پس چرا تو یخچال نگهش میداری؟ آره این لواشکه. آره 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 همینه این لواشک. دخترم فکر کرده لواشکه، دویده اومد اونجا. الهی میخوری نوری؟ نوری؟ تابتای آره نوری هم یعنی خیلی طرفدار داره. بچه های شما خیلی میخورن؟ بچه های من براشون به عنوان مثلا عصرانه میذارم رو میز، میان همینطوری گاز میزنن، خیلی دوستن اینو. ما اون موقع که هنگ کنگ زندگی میکردیم یه دوست کره‌ای داشتم، بعد این دوست کره‌ایم اینو چیزش میکرد، میداد به بچه هاش همیشه، بعد به من گفت که این خیلی خاصیت داره، به بچه ها از این بده. بعد دیگه من از بچگی من خودم اصلا نمیتونم لب بزنم به این، چون میدونی ما یعنی توی سوشی میتونم بخورم با سویا سس و اینا، ولی اینکه همینطوری برش دارم گازش بزنم اصلا یه همچین چیزی محاله. خیلی جالب بود این جوابی. بچه های من خیلی مثلا در حد کوچولو دیگه میشه شکل درست کنم دماغ و اینا باش. نه بابا ما اصلا اینجا از این چیزا همینطوری میبرم میذارم رو میز، 5 دقیقه پر زده رفته. آفرین. چند تا بچه دارین؟ من دو تا دختر دارم. ای مثل خود منی. آره دختر بزرگم 12 سالشه، 11 سال و نیم.
دختر کوچیکم هم 7.5 سالشه، بعد دختر بزرگم اینجا به دنیا اومد، ولی دختر کوچیکم هنگ کنگ به دنیا اومد. آره. بعد دیگه ما یه ماموریتی همسرم داشت، هنگ کنگ بودیم 3 سال، بعد برگشتیم دوباره سوئیس. و خیلی خوشحالم به خاطر اینکه هنگ کنگ اصلا انگار که همه زمین رو یه قسمت کردی، گذاشتیم یه ور کره خاکی، هنگ کنگ رو مثل یه جزیره گذاشتیم یه گوشه ای. اصلا لایف استایلشون متفاوته، طرز تفکرشون متفاوته، کارهایی که ببین من نمیپسندم اینطور زندگی رو، به خاطر اینکه من آدمی هستم که دوست ندارم رول بازی کنم، اون چیزی که هستم رو نشون میدم و خب اونجا اذیت میشدم خیلی، برای اینکه خیلی همش جنگ مود و دیور و فشن و شنل و اصلا مامانا مثلا وقتی میومدن دنبال بچه هاشون جلوی در مدرسه هر روز با یه مدل کیف شنل و چه میدونم لوی ویتون و این چیزا میومدن و خب انقدر پولدار بودن که من میفهمیدم که اینا آره فیک نیست چیزایی که میپوشن، چیزای اصله، و خب اذیت میشدم چون من آدمی هم که همیشه سعی میکنم خودم باشم، به خاطر همین اصلا شده بود جنگ مثلا کی مهمونی لاکچری تری میگیره، کی لباسش آنچنانی تره، بعد مثلا تو حرفا همه سعی میکردن میدونی، یعنی دوست نداشتم، زندگی به درد ما نمیخورد. من مثلا هنگ کنگ همون جاییه که چین روش تسلط داره و الان از جنگ شده بود. آره ببین هنگ کنگ مستعمره انگلیس بود سالها، بعد انگلیسی ها پسش دادن به چین، ولی چون مستعمره بود، چون بندره دیگه، هنگ کنگ اصلا همش بندره و یه راه، یه پل ارتباطیه که خیلی از چیزا هم از طریق سنگاپور و هم از طریق هنگ کنگ وارد آسیا و اروپا بشه. بعد به خاطر همین چیز بود دیگه، یکم صدا میپیچه تو گوشی، ببخشید. به خاطر همین یکمی وقتی که انگلیس پسش داد به چین، هنگ کنگیا نمیخواستن دوباره این کشور جز چین بشه با قوانین خیلی خشک چین. مثلا توی چین همه اجازه دارن یه دونه بچه داشته باشن، هیچ کس حق نداره بیشتر از 2 تا بچه داشته باشه، و خیلی‌ها که می‌خواستن 2 تا بچه داشته باشن میومدن هنگ کنگ بچه‌هاشون رو به دنیا میآوردن. بعد تقریبا چند سال بعد از اینکه از این حالت استعمار و اینا در اومد و دیگه قشنگ هنگ کنگ استقلال، حتی خودش پرچم خودش رو داشت، همین که جزء چین بود ولی پرچم خودش رو داشت، یعنی هم جزء چین بود هم نبود، مثلا مثل کیش ما الان هم جزء چین، جزء ایران میتونه باشه هم نباشه، چون شنیدم که اجارهش دادن به چین. میدونی یه همچین حالتی در مورد هنگ کنگ بود، اجاره داده بودنش به انگلیسیا، و خب من از این موضوع برای کیش خودمون خیلی میترسیدم، یعنی وقتی فهمیدم اجارهش دادن دقیقا گفتم همین بلایی که سر هنگ کنگ اومد سر چینم میاد. یعنی یه جوری میشه که از ایران جدا میشه، بعد وقتی دوباره میخواد برگرده به ایران حتما جنگ میشه، همین اتفاقا میفته و این خیلی وحشتناکه. البته برای آدمایی که میرن کیش زندگی میکنن 100% زندگی خیلی بهتری خواهند داشت، اینو مطمئنم. امیدوارم ولی... ایران اوکی بشه. امیدوارم، واقعا امیدوارم. ولی بعد از این همه این اتفاقاتی که افتاد دیگه هنگ کنگ میگفت نه ما نمیخوایم، ما میخوایم استقلال خودمون رو داشته باشیم، و به خاطر این مردم جنگ میکردن که نمیخواستن جزء چین بشن، نمیخواستن اون استقلال خودشون، اون آزادی خودشون رو از دست بدن، که دیگه الان به اینجا رسید که میبینیم. خب الان یعنی هنگ کنگ همون با همون وضعیت انقدر پول دارن، خیلی جالب بود. مثلا نمیدونم آره، انقدر پول آره. دارن. ببین یه نفر نوشته مثالتون جالب نیست، هنگ کنگ حتی در المپیک و غیره هم جدا یا پرچم خودش شرکت میکنه. بله گفتم، درست گفتم، پرچم خودش رو داره، مثل اینکه شما الان کیش رو داشته باشین، کیش بره برای خودش یه پرچم درست کنه ولی جزء ایرانه. یعنی دقیقا همین اتفاق برای هنگ کنگ افتاده، الانم هنگ کنگ جزء چین شده ولی
هم هست هم نیست، مثلا نمیتونه نتونستن به صورت کامل دوباره بگیرنش و تحت سلطه چین درش بیارن. ولی خب آره خیلی فرق داره، خیلی. و خب کشور خیلی گرونیه، مثل اروپا اصلا مثل چین نیست. خیلی اونجا خیلی از آدما آرزوشونه که حتی برن هنگ کنگ رو ببینن، یعنی یه رویاست. رستورانای خیلی خوبی داره و الان که دارم حرف میزنم از گوشت کوبا شروع شد رسیدیم به اینجا، من خیلی دلم برای اون رستورانا تنگ شده. بس زندگی گرونی هم داشتید پس اونجا؟ اونجا خب ما بهش میگن اکسپت، آدمایی هستن که از طرف شرکت و کارشون اسپانسر میشن و میرن اونجا. ما رو اسپانسر کرده بودن، خیلی تجربه خوبی بود، خیلی خوب بود. یعنی چون ما اونجا زندگی کردیم نه اینکه مسافرت بریم، ولی جالب بود برام. سیستم امنیتی اینا چطور بود؟ خوب بود؟ عالی. ببین ما هر بیلدینگی که اونجا هست چند تا نگهبان داره. یعنی ما اون بیلدینگی که زندگی میکردیم خیلی جالبه، برای اینکه شکل یه چیز بود، یه هتل بود که توش آدما دارن زندگی میکنن. بعد از ظهرها توش چای سرو میشد، صبحا توش چای و قهوه میدادن، همیشه یکی اونجا بود. یک کوچکترین چیز تو آپارتمان خراب میشد زنگ میزدیم، اصلا یه گروه تکنیسیان داشتن که میومد همه چی رو درست میکرد. البته اونجا جایی که ما زندگی میکردیم خیلی جای خوبی بود، ولی خب کلن سیستم زندگی اونجا خیلی لوکسه. و چیزی که اونجا یکم مثلا منو اذیت میکرد این بود که انگار دو تیکه شده بود این جزیره کوچیک. یه تیکش مال خیلی پولدارا بود، حالا ما با این سیستمی که اونجا زندگی میکردیم جز خیلی پولدارا نبودیم، جز مثلا متوسط های خوب بودیم. خیلی خوب زندگی میکردیم اونجا نسبت به حتی زندگی اروپا، ولی با اون سیستم جز متوسط های خوب بودیم. یعنی اونجا اصلا گاهگاهی فکر میکنم که واقعا پول چیه برای این آدمایی که اونجا زندگی میکنن و واقعا پول دارن. دوستایی داشتم که اصلا کادوهای میلیون دلاری به هم میدادن، یا مثلا کیفای گوچی، مثلا شنل، لوی ووتون، اینا کیفایی که مینداختن همشون کیفایی بود که با جواهرات تزیین شده بود. یعنی مثلا میرفتن سفارش میدادن، میگفتن مثلا من رو این کیف میخوام 4 تا الماس مثلا چه میدونم 20 قیراتی باشه، 5 تا مثلا یاقوت نمیدونم درجه فلان باشه، و این کیفا رو براشون اینا میساختن. یعنی میتونی تصور کنی توی یه مهمونی یه نفر میرفت یه کیف انقدری دستش میگرفت، حالا شکل قلب، شکل سیب، شکل هرچی، این کیف چقدر قیمت داشت. آره یعنی به اندازه فکر کنم با اون کیف میتونه سوئیسو بخره. یعنی دارم میگم زندگی ها یه چیزه، اصلا لاکچری وقتی میگیم یه چیز وحشتناک بود اونجا. و در کنارش آدمایی بودن که گشنه بودن، یعنی تو خیابون وقتی که میرفتیم خیلی پیرا، چون متروهای چین رو دیدید چه شکلیه دیگه، کنار این متروها میخوابیدن مردم. یعنی مثلا آره خیلی سیستم چی میگن سیستم خیلی سیستم ساپورت از آدمای پیرش واقعا افتضاح بود. یعنی ما اینجا بازنشستگی داریم، شما اصلا پیری رو نمیبینین که توی خیابون باشه یا مثلا از گشنگی بمیره، یا مثلا هیچ مهاجری رو اینجا نمیبینین که بیاد بیخونه بدون سامان باشه. ولی تو هنگ کنگ اینا بیداد میکرد، یعنی خیلی وحشتناک بود دیگه. میگم قشنگ جزیره دو تیکه شده بود، یه تیکه آدمایی که انقدر لاکچری بودن که میرفتن کیفای این مدلی سفارش میدادن، یه قسمتیش هم آدمای این مدلی بود. در صورتی که توی اروپا همه چیز همیشه استیبله، هیچ یه همچین تو اصلا ما یه همچین چیزی رو نمیبینیم، بیکاری سر جاشه خیلی نیست. یعنی اینجوری که اینقدر تو چشم باشه؟ نه ببین اینجا اگه مثلا دولت بیاد ببینه که، چون ما اینجا مالیاتی که ماها داریم پرداخت میکنیم از حقوقامون همش صرف
این چیزا میشه دیگه. آره. یه قسمتیش رو میدن به پناهنده ها، یه قسمتیش رو میدن به اونایی که احتیاج دارن، یه قسمتیش رو میدن به اونایی که کار ندارن و اصلا زندگی واقعا استیبل اینجا. یعنی هیچ کس رو نمیبینی که از گشنگی یا بی سرپناهی بیاد تو کارتون بخوابه یا مثلا بیاد گدایی کنه. پلیس اونایی که گدایی میکنن رو میگیره و زندونی داره. چرا؟ چون ما داریم به سهم خودمون از حقوقمون داریم مالیات میدیم که این چیزها رو تو کشورمون نبینیم. وقتی این چیزها رو تو کشورت میبینی جریمه داره، زندونی داره. به خاطر همینه که گداهای اینجا مثلا میان، خیلی هاشون از اروپای شرقی میان و پناهنده هستن و وقتی میخوان گدایی کنن میان نزدیکت، قشنگ میچسبن بهت تو گوشت، میگن که من میخوام نون بخرم، خواهش میکنم مثلا به من 2 فرانک بده. یه همچین وضعی رو داره. یکی از دوستان یه چیز نوشته بود واقعا گریه داره، ولی نوشته نتیجه، من میونه کلمات خندم گرفت، نوشته نتیجه اخلاقی دوستان قدر ایران رو بدونیم، حداقل همه با هم بدبختیم. نه اینطوری نیست، خدا میگه چه خنده ای کردی، من خوردم خندم و به خدا اینطوری نیست. تو ایران هم خوشبخت است، ولی من تو ایران به این فرضیه رسیدم که قشر متوسط عملا داره حذف میشه. یعنی قشری که میتونستی زندگی متوسطی رو بر خودش بسازه عملا داره یواش یواش حذف میشه و میره به قسمت قشر فقیر. یعنی این فاصله داره خیلی خیلی بیشتر میشه، وگرنه آره. همه که بدبخت نیستن و این نشانه از ناکارآمدی سیستمه. ببین سمیه جان، این پیجی رو که من ساختم هدفم از این بود، از ساختن این پیج این بود که چیزایی رو که میبینم اینجا آموزش داده میشه و خیلی مهمه، مثلا همین مثل یه توی استوری فعلیم در مورد نقاشی که بچه ها در مورد حفظ محیط زیست انجام میدن و گذاشتم و اصلا فکر میدونی، یعنی من انقدر هر روز از کنار این چیزا رد میشم اصلا فکر نمیکردم جالب باشه، ولی انقدر مسیج گرفتم از این استوری که چقدر جالبه، بچه ها چند سالن، خودشون کشیدن، الگو داشتن، چه شکلی بوده و اینا، انقدر این برای من جالب بود. من با خودم گفتم ببین چیزای کوچیکی که من هر روز از کنارش رد میشم اصلا برای مهم نیست، ولی نگاه کن مثلا چه شکلی توجه خیلی ها رو جلب کرده. بخاطر این برام دنیا بعد از کرونا یه تحولاتی داره توش انجام میشه و اگر این تحولات به سمت یعنی تداوم هم داشته باشه میشه گفت یه جورایی زمین رو نجات دادیم، خودمون هم نجات دادیم. اگر نه یه کمی که حالا واکسن زدیم و دوباره این درمان دستگاه ها اوکی شد، دوباره هواپیما هوا بره، من امروز ویلا بخرم، فردا جت بخرم، نمیدونم امروز این کار بکنم، همش به فکر این باشم که این انسان دوپا هر دقیقه یه سازی یه قریب بسه که هی خوشگذرونی هاش متنوع تر بکنه. خب مسلما ما بعد از کرونا یه داستان دیگه خواهیم داشت. دقیقا. ببین من توی یکی از این استوری هام که هایلایتش کردم اسمشو گذاشتم تا اون کرونا. خیلی جالب بود وقتی که خودم اینو داشتم مینوشتم. من خیلی کتاب میخونم، خیلی زیاد کتاب میخونم و خب چون خدا رو شکر یه شانسی دارم که حافظه خوبی هم دارم، جمله هایی که برام جالبه همیشه تو ذهنم میمونه، از اینا استفاده کردم و خب دارم از همه این چیزایی که تو به عنوان تجربه زندگی به عنوان کتابایی که خوندم از همه اینا استفاده میکنم و سعی میکنم اینا رو نشون بدم. توی این استوری طاعون کرونا در مورد بیماری طاعون، یعنی الان هایلایتش کردم به اسم طاعون کرونا، مینویسم که طاعون از کجا شروع شد، چجوری وارد اروپا شد، دنیا رو چجوری سالها درگیر خودش کرد تا اینکه آنتی بیوتیک رو کشفش کردن و بعد از کشف آنتی بیوتیک همچنان از این طاعون استفاده کردن توی جنگ ها. مثلا در جنگ جهانی خیلی از این باکتری طاعون رو از طریق همین این حیوانا و حیوان لاشه حیوانات و اینا میداختن بالای سر سربازای جنگی که اینا
تا اون بگیرن و تا اون به شدت مصریه و اینا، چون یه چیز دیگه، یه ککه که میاد طرف رو نیش میزنه و از خونش میخوره و همین باعث میشه که یک عالم باکتری وارد بدنش بشه و این باکتری ها سلول رو میخورن، چون سلول گلبول سفید تولید میکنه که گلبول سفید باعث میشه که دفاع بکنه از بدن. سلول وقتی که تا اون مرض تا اون و باکتری تا اون وارد بدن میشه، سلول دیگه قادر به تولید این گلبول سفید نیست، یعنی عفونت میاد خود سلول رو میخوره و سلول چون نمیتونه از خودش دفاع کنه شروع میکنه خودش هم تا اون میسازه، یعنی برای دفاع از خودش شروع میکنه هی میسازه این باکتری رو و انقدر زیاد میشه که دیگه تمام بدن تاول میزنه و تب و از این چیزا و دیگه آدم از بین میره. ببین حالا من وقتی که اینو میساختم آخرش رسیدم به جمله قشنگ برتراند راسل که میگه بشر به زودی خود رو نابود، نسل خود رو نابود میکنن. ببین الان ما هممون میدونیم که این کرونا یه ویروس ساختگی و آزمایشگاهیه، دنیا صداشو در نمیاره چون اگه صداشو در بیاره وارد جنگ جهانی سوم میشیم و وارد جنگ با چین میشیم و خب چین خیلی قویه، کلی متحد داره، ممکن اصلا منجر به جنگ هسته‌ای بشه و خب خطرناکه دیگه. ولی داشتم با خودم فکر میکردم فقط تصور کنیم که به جای اینکه مردم و دولت‌ها روی انرژی هسته‌ای بخوان متمرکز بشن روی ساختن باکتری و ویروس و موش و کک و از این چیزا، اونو دیگه واقعا نمیشه کنترلش کرد، یعنی دیگه واقعا بشر نسل خودش رو نابود میکنه. حالا این همه تحریم و این گیرودارا به خاطر انرژی هسته‌ایه، ولی من فکر کنم واقعا خیلی مسخره است. برای که دنیا داره به یه سمت دیگه میره، اصلا دیگه این خبرها نیست. انرژی هسته‌ای هست جدا، همین الان ژاپن کاملا خیلی از نیروگاه‌های هسته‌ایش رو مثلا بعد از سونامی 2011 بس، به خاطر اینکه بزرگترین ضررهای که ژاپن گرفت از همون سونامی سندای بود که آره شهر کلن شهر الان مخروبه است، یعنی کسی اصلا نمیتونه وارد اون شهر بشه، همه داراییاشون کل مردم از اونجا کوچ کردن و بعضی وقتا مثلا مستنداشو میذاره میبینی حتی نمیتونن مثلا چند کیلومتری شهر برن. شهر کاملا مثل شهر زامبیا رو نشون میده اونطوری. ای وای، آره اونجوریه دیگه، مثلا هیچ کس نمیتونه وارد بشه به خاطر اینکه اونجا انرژی هستی از این داستانای اتمی هست که میگن اگه برید خب مریض میشید و حالا داستانای خودش. و حتی بعضی از شهرهای نزدیکش هم مثلا از نظر مواد کشاورزی هم افت کرد، مثلا گفتن از اون منطقه نخرید چون که خاکش آلوده شد اینجوری. آره یعنی ضرراش رو ژاپن داده، یعنی اگه کسی بخواد به فکر انرژی اتمی باشه انقدر نمونه هست برای اینکه بعدش رو بدونه که اگه یک اتفاق طبیعی مثل زلزله مثل حالا سیل بیفته چه اتفاقی بعدش میفته. خب چرا مثلا انرژی بادی استفاده نمی کنی؟ چرا نور آفتاب؟ ببین این متاسفانه این جنگای انرژی ها و جنگ چمنام انرژی هسته یا این چیزا الان اصلا تمرکز روی این موضوع به خاطر اینکه از دنیا جا نمونیم، حالا از همه چی از دنیا داریم جا میمونیم، اینه که قرار جا نمونیم. حالا اوکی این انرژی هم بسازین، ولی من فکر میکنم که به زودی دنیا همشون متمرکز میشن روی ساختن کک و شپش و این چیزا بیشتر از انرژی هسته ای، انقدر که کرونا کشته داد و انقدر که دنیا رو متحول که از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی همه چیز دنیا رو متحول کرد، مثل تا اون زمان که دقیقا روی مالیات اثر گذاشت، روی زمینه کشاورزی اثر گذاشت، روی همه چی، به نظر من انرژی هسته ای اصلا نمیتونه این کارو بکنه. البته حالا متلاشی شدنش و این اتفاقایی که تو ژاپن افتاد، آره از این نظر آره، ولی اگر جنگ قرار باشه بشه به نظر من اینقدر که این کک و شپش و این چیزا موثره، انرژی هسته این موثر نیست. چیز دیگه چی میگن، سلاح مخفی هم هست کاملا. آره دیگه کاملا مخفیه، یعنی ببین
اگه دنیا واقعا بخواد اینو اعلامش بکنه که آره ما میدونیم که شماها اینو بر ضد آمریکا ساختین، فلان کردین، بهمان کردین، این تبدیل به یه جنگ جهانی میشه. پس صداشو اصلا در نمیارن، ولی خدا میدونه الان حتما آمریکا هم داره کک میسازه بندازه به جون چینی ها. یه چند وقت دیگه صداش در میاد. امیدوارم کرونا سر همشونو بکنه زیر آب. یعنی دلم میخواد این سیاه بزرگ سرمایه گذاران خودخواه خود متکبره نمیدونم هرچی که بگی زودتر سرشون بره زیر آب تا یه کمی دنیا نفس بکشه، بقیه مردم زندگی آروم و بلند کنن. یعنی اگر نه تنها حالا ما که تو کشورهای مختلف داریم میبینیم همه جا پخش شده، یعنی اینا رفتن شدن رأس کار، رأس امور و همه. مثلا امروز پیشنهاد آمریکا گذاشته بود که میگن که لیپتون، هر یه دونه این چای لیپتونایی که میخوریم نمیدونم چند میلیون پلاستیک میده. خب بابا تولید نکن. خب آره دیگه، من متنفرم اصلا چای لیپتون دوست ندارم. همیشه خونه خودم دارم میکنم، میریزم تو فلاس میبرم دیگه. خیلی ناچار باشم، یعنی یکی از چیزهایی که خیلی ازش هیچ وقت خوشم نمیومد این بود. و الان مثلا میگن بعد راهکارش همینجوری میمونه، ول معطل همینجوری. آره دقیقاً، به خاطر اینکه میدونی این تولید همین چای لیپتون باعث میشه که هزاران نفر به کار بگرفته بشن و خب یه کارخونه بزرگ داره، اینا بیان اینو ببندنش، خب کی خرج اینا رو میده؟ دقیقاً مثل ماشین سازی، میبینید کارخونه اتومبیل سازی رو خیلی راحت میتونن تعطیلش کنن چون میدونن که چه ضرراتی داره، ولی این کارو نمیکنن چون با بیکاری میخوان چیکار کنن. مال اینه متاسفانه. بیل بدن دست مردم، بیل. آره ببین، حالا همین جالبه، همین استوری تا اون کرونا که در موردش هایلایتش کردم، در موردش توضیح میدم که بعد از تا اون چطوری یهو وقتی که آنتیبیوتیک رو کشف کردن و تونستن تا اون رو کنترل کنن، یهو جمعیت زیاد شد. یعنی فکر کن قبلا مثلا از یه خانواده 5 نفره یک نفرش سالم میموند و زنده میموند، حالا اون یه نفر میرفت ازدواج میکرد، بچه دار میشد، بچه ها تا اون میگرفتن میمردن، حالا دور از جون این اتفاقایی که هست الان و اینا. الان تو فکر کن که یکو مثلا تا اون از بین رفت، جمعیت یهو 3-4 برابر شد دیگه. اصلا بیل و کلنگ و زمین کشاورزی نمیتونست کفاف این چیزو بده، از نظر اقتصادی نمیتونست آدم ها رو کمک بکنه. پس چیکار کردن؟ اومدن صنعتی کردن، غذا شد صنعتی، چه میدونم این همه گاو و گوسفندا رو دیگه نمیومدن سر ببرن، ماشین درست کردن که از زیر اینا تیغ اینا رد بشن، چون اصلا دیگه کسی نیروی کار در کشاورزی و اقتصاد کفاف شکم سیر کردن این مردم رو نمیداد. آره دقیقاً. حالا پرخوری هم بوست شده بود، خیلی پرخوری بوست شده. یعنی مثلا یکی از دلایلی که به نظر من ژاپن، حالا ژاپن خیلی هم خوب نیست چون تایوان از خیلی نظرها بهتر از ژاپن بود توی در مورد کرونا، ولی ژاپن هم یکی از دلایلی که کرونا توش خیلی اوج نگرفت لایف استایل غذاییشون بود به نظر خود من، که مثلا خیلی پرخوری نمی کنم. من گذاشتم با نادرسا صحبت کردم، سر می گفتم خیلیه که مثلا این لاغرم، گفت ببین آخه چی می خورن مثل هنگ کنگ. آره آره، همه چی کوچولو کم. خب بعد مثل ما، مثلا ما تو ماشین میشستیم سریع باید تخمه میشکستیم. اینا اصلا حل پول خوردن ندارن. البته که به نظر من یه سری چیزایی دارن، همه چی هم که نمیشه گفت مثلا مصرفگرایی دارن تو یه سری چیزا، ولی عموم جامعه رو که میبینی که چیز میشه. بچه سعی میکنم لایو رو سیف کنم و بعدش میذارم تو یوتیوب. صدایی که کم شد صدای من یا افسانه جان؟ من هستیری من اوکیه، من صدای شما رو دارم. منم صدای شما رو خوب دارم. آره خب آقا احمد بسی صداتون کنش. خب یکی از بچه ها سارا تاها عزیز نوشته که یکم در مورد تربیت فرزند و زندگی و همسرداری هم صحبت کنیم.
اول شما شروع کنیم. ببین من سمیه جان، اگر در کجا مشغولی اینو بگو برای دوستان. عزیزم من معلم دوره راهنمایی هستم، ریاضیات و کامپیوتر در سوئیس، انگلیسی هم همینطور، و معلم ها اگه نباشن مثلا من میرم جایگزینشون میشم، و اینکه یعنی میتونم بگم که توی بیشتر رشته ها میتونم هستم دیگه، یعنی سر در میارم، از همه چی سر در میارم، ولی بیشتر ریاضیات و کامپیوتر در دوره راهنمایی. و اینکه یه مدتی هم تو مهد کودک کار میکردم قبل از اینکه اصلا کارم رو به عنوان معلم شروع کنم، تو مهد کودک کار میکردم، اونم به خاطر اینکه زبانم خوب بشه و بعد دیگه این کارو بکنم. آره خیلی خوبه. و بعد که یکم زبانم راه افتاد دیگه دوره های معلمی رو شروع کردم و الان هم معلمم. و اینکه توی پیجم سعی میکنم از همه چی بگم، برای اینکه اگه فقط بخوام روی مدرسه فوکوس کنم برای خودم هم خیلی خسته کننده میشه، برای همین سعی میکنم که قوانین مدرسه چجوریه در مورد مثلا اینکه شما بخواین از بچه ها مطلبی بذارین، قوانین خاصی داره؟ چون ژاپن اجازه نه میده. ببین اینجا هم اینجا چیزی نمیگن، یعنی اینجوری نیستش که جریمه داشته باشه، زندونی داشته، اصلا این همچین چیزی نیست، ولی من خودم نمیذارم، چون میدونی اگه یه کسی بخواد بره بگه عکس از بچه من گذاشته، البته عکس با ماسک بچه ها رو یه جا گذاشتم چون کلاس انگلیسی بود و خب توی این کلاس انگلیسی بچه ها شیرینی میپختن که یه پست در موردش گذاشتم. آره از کارشون گذاشتم، هممون ماسک داریم، قیافه ها مشخص نیست، اما یکی بخواد بره بگه عکس بچه منو بدون اجازه هم گذاشتی، میتونه بره بگه. من دیگه آدم دنبال درد سر که خودش نمیره وقتی درد سر وجود نداره. آره. دقیقاً همینطوره. من ولی اکثر دوستایی که حالا دور و برم هستم میشناسن توی مهد کودک و حالا مدرسه دخترم، میدونن که من توی اینستاگرام مثلا تا میام عکس بگیرم میگن شما اینو نگران نباش ما اوکی. خودشون اصلا توی اینستا نیستن، خودشون به هیچ عنوان توی اینستا نیستن، ولی آره من تا اونجا که میشه عکس نمیذارم، عکس بچهای خودم هم نمیذارم، حالا شاید یه روز گذاشتم نمیدونم، ولی تا اونجا که میشه نمیذارم، نه همسرم نه بچه‌ام. آره دیگه، چون این پیج قرار آموزشی باشه، لایف استایل کنی. من امروز رفتم خونه مامانم، چادرم چه قشنگه، بچه‌ها این رنگ کفش رو میپسندین با این رنگ مانتو؟ منم تقریبا این مدلی، ولی در مورد خانواده‌ام میذارم، من همه چی در مورد بچه ها در مورد هم. حالا شاید میدونی نمیاد، هنوز تصمیم نگرفتم، فقط منم یه روز گذاشتم. اصلا مهمی ترج راحتیه. خب اصلا حالا ادامه آموزش رو بریم ببینم که مدارس چیز که شروع میشه. ببخشید قطع شد این موبایل من، متاسفانه شارژش داره تموم میشه، برای همین قطع شد، برای اینکه یه پیغام برام اومد که آره این داره 10% بیشتر شارژ نداره، برای همین جان شارژر پیشت نیست؟ نه متاسفانه، میدونی چون هنس فری رو گذاشتم توی این قسمتی که شارژ میشه. اگر من خیلی خوشحال شدم از لایوی که امروز با هم دیگه داشتیم و خیلی استفاده کردم، به خاطر همین من خیلی خوشحال میشم که دوباره با هم دیگه یه لایو داشته باشیم. خیلی واقعا خیلی خیلی دوست داشتم این لایو، یعنی خیلی خیلی یه بار دیگه باز با هم صحبت کنیم و این دفعه دیگه تو بعد از ژاپن برامون بگی. ببین افسان جون تازه پیدات کردیم، انقدر گفتنی داری که فکر کنم هر بار تو بیشتر از من باید کنیم، شاید در مورد ژاپن تو بیشتر توضیح بدی. حتی من خودم ژاپن رو نیومدم ببینم، ولی چون دوستای ژاپنی داشتم تو هنگ کنگ، یه چیزایی به گوشم خورده، یه چیزایی میدونم، ولی اطلاعاتم دقیق و کامل نیست. برای همین سمیه جان لایو امروز اگه موافق باشی تموم کنیم. آره سیوش کن، منم یه همین الان صبر کن، من یه اسکرین شات میگیرم همینطوری. آها، یا وقتی که تو گذاشتی من از اون قسمت، چون اینجا نوشته هست روی چیزا، یه اسکرین شات میگیرم میذارم تو پیجم که دوستام اگه دلشون خواست بیان تو پیج تو نگاه کنن. نه من که میذارم شما رو منشن میکنم، شما رو که منشن کنم عملا براتون میاد، شما میتونید همون پست رو. آها آها عالیه. آره، عالیه. آره. عزیزم باشه. آره مراقب خودتون باشید. مرسی تو هم همینطور دیگه. تو بسیم بخیر بچه الان. مرسی شب شما هم بخیر. الان اینجا 25 دقیقه به 11 میشه، حدود ساعت
آره دیگه ده و نیم، یازده و نیم، دوازده و نیم، آره یک الان ایران ساعت آره. یکه ایران و... یکه. آره آره دیگه ساعت هشت تا نه 6:37 دقیقه. من قربون تو، خواهش میکنم. آره قچ. خب بچه ها خیلی ممنون از اینکه همراهمون بودین. من لایو رو سیو میکنم، امیدوارم دوباره اگه سوالی چیزی بود پایین همین پست بذارین و من بعدا حتما دوباره با افسانه خوشرو. خیلی خوب بود، لایو خوبی بود، خودم همش پیشتم ساکر بسنم و گوش بدم. و بله ساعت 13:07 است. ظهرتون بخیر، خوش بگذره بهتون اولین روز هفته. اشکال نداره افسانه جان، برو که گوشی خاموش نشه، میدونم که کار داری بعدشم. مراقب خودتون باشین، روز روزگار خوش، تا بعد.